از آن من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و شما رو میبینم. خدا برکتتون بده. امیدوارم چیزهای بهتری رو ببینید. پولس رسول از بزرگترین رسولان خداوند ما عیسی مسیح است. رسالات او بی نظیره و یکی از این رسالات از زندان آخر عمری داره می نویسه و اینطور میگه: همه چیز را در قیاس با ارزش برتر شناخت خداوندم مسیح عیسی زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را از کف دادم. آره، این همه را فضله می شمارم تا مسیح را به دست آورم و در او یافت شوم. نه به پارسایی خیشتن که شریعت است، بلکه با آن پارسایی که از راه ایمان به مسیح به دست می آید. می خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجای او سهیم شده با مرگش همشک گردم تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم. برای پولس شناخت مسیح برترین بود. آمین. این که کلام خدا کلام الهام شده خداست، این کلام نوشته شده خداست. عیسی مسیح خود کلام خداست، کلام زنده خداست. همه چیز به وسیله او به وجود آمد، ولی این کلام نوشته، داوود نبی می‌فرماید نور برای راه‌های من. اینه که ما باید شاگرد کلام باشیم. امروز با عزیزی صحبت میکردم، گفتم صبح پا میشی چه کار میکنی؟ دعا میکرد. گفتم کلام خدا رو میخونی؟ متوجه شدم نمیخونه، یا گاهگاهی میخونه. شما گاهگاهی صبحونه بخورید و هیچ چیز دیگه نخورید، میتونید زنده بمونید؟ ممکنه زنده بمونید ولی به درد هیچ چیزی نمیخورید. اوکی؟ هر روز این جان ما، این روح ما نیاز به کلام زنده خدا داره. اتفاق جسم ما هم با شادی پر میشه. اوکی؟ شناخت او به وسیله کلام او. آمین. ما از کشوری میاییم که دین ما میگه که ما نمیتونیم خدا را بشناسیم و یا با او رابطه ایجاد کنیم، ولی خدا در نهاد ما یک علاقه اونجا کاشته، چه او را میشناسیم که یا نمیشناسیم، که میخواهیم او را بدونیم. در کل دنیا مردم میخوان او را بشناسن. بعضی ها میخوان به وسیله بت او رو بشناسن. اون که این بت، من 3 سال هندوستان بودم، هزاران هزار بت دارن. عیسی هم یکی از این خدایانشونه، ولی خدا رو نمیشناسن. در ایران هرچند اسلام میگه که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم و با او رابطه ایجاد کنیم، یک گروهی از خود این دین دیگه نمیتونستن این فشار و آرزو و علاقه و داد دل که خدا رو بشناسند، در عرفان او رو میخوان بجوین. یک عارف زن عراقی در قرن 8 اینطور میگه: خدایا اگر به خاطر ترس جهنم من میخوام سراغ تو باشم، بیام، منو در جهنم بسوزان. اگر به خاطر اجر بهشت که میخوام از پی تو بیام،
منو از اون محروم کن. ولی اگر به خاطر خودت، حضور خودتو از من مگیر. این آتش در قلب ماست و من دعا میکنم که این آتش در قلب شما فروزان و فروزان باشه. آمین. کلام خدا کلام خداست. اون سرودایی که خونید این انسان ها نوشتن، بعضیا درسته بعضی هم درست نیست، یا اغراقه. من یکی از این اغراقا امروز مشاهده کردم، میخوام به حضورتون. بعضی اوقات ما یه اقرار میکنیم، میخواییم یه چیزی بگیم، اقرار میکنیم، درسته؟ وقتی که آمدم اینجا یک عزیزی اومد گفت که من فدات بشم. من گفتم که حاضری؟ به برادر شبان شما گفتم که یه شمشیر بیاید ایشون رو فداش کنیم. این کلمات باید از فرهنگ لغات ما بذاریم کنار. این تعارفه، درسته؟ این اسلحه شریره که با دروغ و ترس میخواد ما رو نابود بکنه. با آدم و حوا شروع کرد و شما هم در نقشه شریر هستید که با دروغ و ترس شما رو نابود کنه. ولی خدا چطور ما را کمک میکنه؟ با فیض و راستی. در کلمات ما باید راستی باشه. من به کلمات که گوش میکنم یا میخونم دقت میکنم، درست؟ من نمیخوام این برادر خودشو برای من فدا کنه. اگر فدا کرد من باید عزا بگیرم، این منو کمک نکرده، ولی برای من زندگی کنه، درست؟ اگر خدا خواست به خاطر جلالش فدا بشم حاضرم، اوکی؟ اگه خدا خواست من برای دیگران فدا بشم اوکیه، ولی من میخوام زندگی کنم که او رو جلال بدم با زندگی. آمین. این سرودی که خوندی میگه که من میخوام تو چشمات خیره شوم. خیره شوم؟ شما یه لحظه نمیتونید به چشماش خیره بشید. اون سازنده یه آفتابه. شما میتونید به آفتاب نگاه کنید، کور میشید، درسته؟ در نور او ما راه بریم، اوکی؟ همین که کلام خدا رو میخونید با اون آفتاب روبرو میشید. بذارید اون آفتاب بر شما بتابه و اون موقع نیازی نیست دیگران از شما ایراد بگیرن. کلام خدا وقتی که از شما ایراد میگیره داوری نیست، نمیگه که محکومی باید نابود بشی، اینو میگن ملزم میکنه. یعنی با چه ظرافتی میگه که از زمین رای که میری به بیراهه میبره، آخرش مرگه، طریق تو عوض کن. به ما راه حل نشون میده. محکومیت در اونجا راه فراری نیست، باید نابود بشیم. روح القدس ما را ملزم میکنه. حالا میخواییم بریم به کلام خدا. ما میخواییم او را بشناسیم، اینطور نیست؟ کلام خدا، خدا را به ما نشون میده، میگه پدر، پسر، روح القدس. دشمن میخواد بیاد ما رو بترسونه، بگه که این نگید، مردم میگن که شما یک تا پرست نیستید، اوکی؟ و حتی مسیحیان راجع به این زیاد صحبت نکردن. من علاقه دارم با دوستان مسلمان از همین تسلیس شروع کنم، چون که خدا پدره، پسره و روح القدسه. ما در انگلیس یه باقی داریم، یه مرکزی داریم که عزیزان اونجا اومدن خوندن، یه باق دعا درست کردیم. وقتی اینو درست میکردیم، یه باقی یه 1000 متری یا بیشتر، خیلی هم زیباست. شما میری اونجا اصلا جون میده برای دعا، اوکی؟ وقتی که اینو درست میکردیم، من وارد باغ شدم، دیدم که یه درخت خیلی بلند بالا و زیبایی داریم اونجا و یه چیزی مشاهده کردم که قبلا اصلا ندیده بودم. این درخت از ریشش 3 تنه داره، از ریشه. اینا شاخه نیستن ها، 3 تنه با هم.
بلند، مثل این کلیساهای اینجا خیلی بلنده، بالا نگاه میکنید از دور یه درخته، وقتی هم میایید متوجه نیستید این یه درخته، ولی این تنه اون تنه نیست، اون تنه اون تنه نیست، ذاتشون یکیه، سه تا یکی. خدایی که کلام خدا به ما معرفی میکنه خدای خود محور نیست، خدای دگر محوره. پدر پسر رو دوست داره و همه چیز رو به او داده. پسر خواست پدر رو میخواد انجام بده، میگه نه خواست من بلکه اراده تو. و این تعارف نیست، جانش رو داد، گفت که اگر ممکنه این پیاله از من بگذره، و نه خواست من بلکه اراده تو. روح القدس عیسی مسیح پسر رو بلند میکنه، برمی افرازه، خدای دیگر محوره. و این خاطره که ما میگیم این خدا خدای محبته. آمین. ما رو دوست داره. محبت در ادیان دیگه ضعفه، اوکی، در اینجا قدرته. وقتی که شما دیگر محور هستید نیازی ندارید، میخواهید که باعث برکت باشید. من به خدایی که ابدیت قبل، دوران طولانی، یک تک وجودی بود اونجا که هیچ کس دیگری نبود، چطور میتونه محبت کنه؟ محبت لازمه که یه دیگری وجود داشته باشه. اوکی؟ پدر، پسر، روح القدس، محبت، محبت بی نظیر. بیشتر راجبش صحبت میکنیم. خدای قدوسه. این خدا خدای رابطه است. خدا رو نمیتونی بشناسی؟ البته که میتونم بشناسم، تجربه شناخت او رو دارم. الان نمیتونم به چشماش خیره بشم، چون که نگاه کنم با این وجودی که در دنیای گناه آلوده من نمیتونم در حضورش بایستم. به صرف من نیست، من ظرفیت دیدن او رو ندارم، ولی یه روز چشمامو از این دنیا خواهم بست و اونجایی که وارد بشم اونجا گناهی وجود نداره. اون ظرفیت من اونطور خواهد بود که بتونم خدا رو ببینم، با اون مشارکت داشته باشم و که بگم پدر، پدر. عیسی مسیح اومد چون که ما نمیتونستیم بریم، مثل ما انسانها شد که به اون ببینیم و مثل ما شد. اسمش ایمانوئیل، یعنی خدا با ما، عیسی مسیح. 12 شاگرد انتخاب کرد و اون با اونها 3.5 سال راه رفت. اونها در این عمل یاد گرفتن. بعد آخر یکی از اینها خودش گفت من 12 نفر انتخاب نکردم و یکی از شما ابلیسیست. یهودا انکارش کرد. روحانیون اون زمان خواستن او رو بکشن. روحانیون اون زمان افراد روحانی نبودن. افراد بودن که خیلی ناراحت بودن که چرا عیسی مسیح میتونه این کارا رو انجام بده، خودشون نمیتونن. حسد داشتن نسبت به او، از حسد خواستن او رو بکشن، نمیتونستن او رو تحمل کنن. تمام جماعت دنبالش میرفتن. عیسی مسیح مردگان رو زنده میکرد، بیماران رو شفا میداد، دیوار رو اخراج میکرد. چه قدرتی نشون میداد؟ قدرتش بر طوفان دریا. شما انجیل رو بخونید و اونجا هر روز با او بیشتر آشنا بشید. این که اون میخواد شما او رو بشناسید، ولی اگر
این علاقه رو نداشته باشید صد بارم بخونید متوجه نمیشید. طوری نوشته شده انجیل که اون که باید بفهمه میفهمه و اون باعث شادیش میشه. کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگردوند. اوکی، من تمام این روز و تمام سال اینجا هر روز میتونیم راجع به این کلام صحبت بکنیم تمام نخواهیم کرد. یکی این میتونه تجربه شخصی، باید تجربه شخصی هر یکی از ما بشه. آمین. اوکی. این که اونقدر پره، این که من نمیتونم همش رو برای شما بیان بکنم، خیلی زیباست. این کلام برای ما آشکار میشه، مکاشفه میشه، مثل نون میشه، اینو میخوریم، با اون زنده هستیم. کلام خدا میگه انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه به هر کلمه‌ای که از او صادر میشود. آمین. اوکی. حالا این کلام یکی از مواردی که در این کلام اومده میخوام با شما در میان بذارم. عیسی مسیح با شاگردانش بود و اینا گفتن که به ما دعا کردن یاد بده. من خیلی علاقه دارم کسی که به کلیسا بیاد و خودشو به خداوند عیسی مسیح بسپاره. چطور میسپاره؟ متوجه میشه که من گناهکارم. این که یک شمع در مقابل آفتاب چیزی نیست، ولی یه گناهکار یه شمع هم نیست، در تاریکیه، خوابیده، بعد بیاد توبه کنه. نه که بگه که مسیح من میخوام بیام اونجا با تو باشم. غلط کردی. بگو که من گناهکارم، به من رحم کن، من محکوم به مرگ ابدم، به من رحم کن. عیسی مسیح جونشو داده، اون جریمه گناهانو پرداخته و اقتدار داره که رحم کنه. درسته؟ ما لیاقت اونو نداریم، رحم اوست، اونم جریمه رو پرداخته، ولی ما باید بیایم اونجا اقرار کنیم که گناهکاریم. بله؟ و وقتی هم که توبه کردیم کف نمیزنیم. اوکی؟ بذار یه مقدار گریه بکنه. من نمیدونستم که شما دانمارک بودید. برادر ما شبان کلیسا هم گفتن، یادم نبود. ولی یادم بود در اونجا وقتی که من صحبت میکردم یه آقایی زار زار میگریست. زار زار میگریست. یادتون هست؟ و مردم خواستم برن کمکش کنم. گفتم به اجازه بدید گریه بکنه. هر چه میخواد گریه بکنه. چرا؟ این زن ایشون به عیسی مسیح ایمان آورده بود در ایران. ایشون خیلی اذیتش کرده بود. رویا دیده بود راجع به عیسی مسیح. بعد رفته بود به یکی از این آخونده ها گفته بود رویاش راجع به عیسی مسیح. اونا توبیخش کرده بودن. اصلا عاشق عیسی مسیح بود. بالاخره اومدن اینجا اروپا، شوهرش هم اومد، خیلی اذیتش کرد. حالا اومده بود اون کنفرانس، برق آسمان گرفتش و شروع کرد به گریه کردن. گفتم بذار گریه بکنه، بذار متوجه بشه که بار گناهانش چقدر. ما اینو نیازی نیست که بار گناهان دیگران از دوششون برداریم، نه، فقط خداوند عیسی مسیح. ما هم یه نفر بیاد اینجا گریه بکنه، ده نفر میان دورورش ماساژش میدن، چیزی میکنن. بابا بذار اونجا. بعضی ها میان که خودشون نشون بدن، میخوان مطرح بشن. یعنی چند دقیقه باشون کار نداشته باشید پا میشن میرن. اوکی؟ اوکی. ولی اگر میخواد گریه کنه با کارش با خدا، شما چرا میایین این وسط؟ ما نیانجی لازم نداریم. اوکی؟ دعوت برای همه است. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گناهکاران،
گرانباران که من به شما آسایش آرامی خواهم داد. عیسی مسیح فرمود یوغ مرا بر خود گیرید. یه باری هم اونجا هست، یه صلیب هم اونجا هست. و از من تعلیم یابید زیرا حلیم و افتاده دل هستم و در نفوذ خود آرامی خواهید یافت. آمین. این عیسی مسیح است. به شاگردانش چی یاد میده؟ گفتن به ما دعا کردن یاد بده. اولین چیزی که مردم به مسیح میان باید دعا کردن یاد بگیرن، بعد بتونن با خدا حرف بزنن. و این من نیستم که دعای توبه میکنم برای مردم. اونا گناه کردن خودشون دعا کنن، چرا من دعای توبه رو بکنم؟ درسته؟ این دعای توبه اینم ما خودمون ساختیم. کتاب مقدس اینجا چیزی نداره. درسته؟ میاییم پیش او، اقرار میکنیم که گناهکاریم. به ما دعا یاد دادن به عربی، خدا که عرب نیست، همه ما مخلوق او هستیم. آلمانی هم میدونه، ژاپنی هم میدونه، تمام این زبان ها هم میدونه. اتفاقا این زبان ها اینقدر زیاده هن. چرا؟ چون که انسان خواست بر ضد خدا غلبه کنه، زبانانشون رو به هم زد. اوکی؟ خدا رو شکر که ما همه زبان ها رو نمیدونیم. اوکی؟ خب اومد به اونها دعا کردن رو یاد داد که خودشون دعا کنن. و الان ببینید چطور به ما یاد داد. عیسی مسیح گفت در باب 6 متا، اولا اینو میگه، هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران مباش که دوست میدارن در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنن تا مردم آنها را ببینند. یه برادر اینجا آمد گفت که من نمیدونم چه کشوری بود، اونجا گفت که این رهبران مسیحی کلاهای اینطوری دارن، عبا میپوشن، شما هم از اینا میپوشی؟ عیسی مسیح گفت دوست میدارن در کنیسه و سر کوچه ها ایستاده دعا کنن تا مردم آنها را ببینن. آمین به شما میگویم اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. درسته؟ اونجا قلب تو براش بریز. چیزایی که در حضور دیگران نمیتونی بگی، که چقدر کثیف و گناهکار و خودپرست و نمیدونم اینا رو بگو، بگو که من از اینا رو آزاد کن و خدای نهان بین عوضت میکنه، فرم تو عوض میکنه. میخواد همه عوض، کی نمیخواد عوض بشه؟ میتونه لطفاً بیسته ما ببینیم؟ یا جرأت ندارید؟ خواهش میکنم. من از این که مثلا مزیه خانومی که مثلا ملکه زیبایی دنیا شده نمیخواد عوض بشه، ولی چند سال بعد پیر میشه. بعد هزاران پوند هم خرج، دلار هم، یعنی یورو هم خرج میکنه که نه. این زیبایی درونی خدا به ما میده. بعد میگه همچنین هنگام دعا عباراتی تو خالی تکرار مکنید، آنگونه که اقوام بت پرست میکنن، زیرا میپندارن به سبب زیاده گفتن دعاهایشون مستجاب میشود. 54 سال پیش من در بودگایا، اونجایی که بودا زیر درخت نور نورانی شد، اگر اینو باور کردید هر چیز رو باور خواهید کرد. مردم می اومدن جای دور می زدن ورد تکرار می کردن، هرچه بیشتر بهتره براشون. شریر با فریب
و ایجاد وحشت، مردم رو بیراهه انداخته. درسته؟ با این گفتار نیست. پس مانند ایشان ما باشید، زیرا پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما رو میداند. اوکی؟ عیسی مسیح خدا را به عنوان پدر به ما معرفی کرد. بی نظیر بود و این علمای دین ناراحت میکنه، میخواستن موهاشون رو بکنن. خدا پدر بود. پدر یعنی رابطه. من اونو پدر میگم، یعنی من فرزند او هستم. بنده نه، غلام گناه هستم. اتفاقا خودم رو غلام خدا میخوام بدونم، ولی اون منو به عنوان فرزند قبول میکنه. اوکی؟ زیرا پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنی نیازهای شما رو میداند. پس شما اینگونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اینجا هفت مطلب دعا داریم. اتفاقا هفت در کلام خدا کلمه کاملیه. اوکی؟ ای پدر ما که در آسمانی. می‌بینیم که خدا کجاست. من رو زمینم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ما خدا را، اینکه این خودمونی نیستیم، درسته؟ برای ما مقدسه، نام او برای ما مقدسه. هر وقت اسم او رو میخونیم، این آفریننده ما، خدای ما، پدر ما مقدسه. در او هیچ آلودگی وجود نداره. وقتی که من او رو پدر میخونم، میخوام مثل او بشم. در این چالش برای من هستش که منم مقدس باشم، چون که مقدس باشید چنان که او قدوسه. درسته؟ میشه ما مقدس باشیم؟ یعنی ما جدا شدیم برای یک کار به خصوصی. ما جدا شدیم که باعث جلال و لذت او باشیم. دیروز بود اینجا گفتم از خدا لذت ببر و او مسئلت دل تو را، او مراد دل تو به تو خواهد داد. اوکی؟ ما میخواهیم از او لذت بگیریم. اوکی؟ نام او در زندگی ما مقدس باشه. پادشاهی تو بیاید. عزیز ما، خدا ما رو بی نظیر خلق کرده. ما مثل گاو و گوسفند و چی بگم، فیل و زرافه نیستیم، موشم نیستیم. به این خاطره که این خانوم از ما نمی ترسن. اوکی؟ به ما فکر داده. شما الان، من دارم با شما صحبت میکنم، شما میتونید مسافرت بکنید به ماه، یعنی برید طویله های ده خودتون، یا فکرتون با چیزهای پلید بگذرونید. اوکی؟ آزادید. احساساتتون هم اونطوری که میخواهید میتونید استفاده کنید. اراده هم هر چیزی که بخواهید میتونید تصمیم بگیرید. اوکی؟ کسی اینو نمیتونه از شما بگیره. خدا هم خیلی نمونه ها هست، کتاب مقدس اینو به ما نشون میده که خدا نمیخواد. خدا میخواد شما با اراده خودش فرمون زندگیتون رو به او بسپارید. و اینجا این دعاست، این تقاضاست: خداوند پادشاهی تو بیا، تو پادشاه زندگی من باش. اگه این کار رو بکنید، دیگه زندگی شما نیازی نخواهد داشت. شما رو جاهایی میبره، تجربیاتی خواهید داشت بی نظیر. پادشاهی تو بیاید. کجا بیاید؟ اول باید از شما شروع بکنه، بعد خانواده شما، بعد دوروره های شما،
بعد شهر شما، بعد کشور شما، بعد کل دنیا بیاید. اوکی؟ مطلب سوم، اراده تو چنان که در آسمان هست بر زمین نیز کرده شود. شما به این کائنات نگاه کنید، این آسمان نیستن ها، و چقدر دقیق کار میکنه. یه روز آفتاب یکم به زمین نزدیکتر بشه یا از زمین دورتر بره، یا منجمد میشیم یا ذوب میشیم. ببین چقدر دقیق داره کار میکنه. خواست تو که اینطوری که در آسمان است، هر جو مرج اونجا نیست. پدر، پسر، روح القدس ابدیت دیگر محور بودن. در اینجاست که قدرت مطلق رو ما میبینیم، قادر مطلقه، دانای مطلقه و همه جا حضور داره این خدا. منم جواب صحبتامو باید به خدا بدم. اینه که باید امین باشم اون چیزایی که در کلام هست به شما بگم. اراده تو چنان که در آسمان در اینجا نیز انجام بشه. یعنی وقتی که ارادهش اینجا باشه، چنان نظم زنده. شما میبینید یه نباتی رشد میکنه. این خدا به سوسنهای صحرا نگاه کنید، میگه چقدر قشنگ پوشیدن. سلیمان پادشاه بزرگم با تمام قدرت و جلالش مثل اونها نپوشید. این مغازه های خیلی زیبای شما تمام این لباس های گذاشتن، لباس های این زیبایی این گل ها نیستن. اراده چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام برسد. در واقع ما نماینده او هستیم که این ارادهش اینجا پیاده بشه. نان روزانه ما را امروز به ما بده. داوود میگه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. نان روزانه ما، چطور خدا به ما نون میده؟ من بعضی وقات به زندگی خودم نگاه میکنم، چطور خداوند خانواده ما رو نگاه داشته؟ بی نظیره. و ما میترسیم، میگه که فردا چی میخوری؟ این چی؟ حقوقت قطع شد، اینا چیز نکردن، اینا همه دروغ دشمنه که شما رو نابود کنه. با آرامش به حضور خدا بیا، قلبتو براش باز کن، او رو بشناس، او حیات جاودانه. آمین. بعد میگه و قرضهای ما رو ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. ششم، و ما را در آزمایش مآور، بلکه از آن شریر رهایی آمانده. این دعاست. به طلبید که خواهید یافت، یه شادی شما کامل بشه. ما بعض اوقات تو این زحمت میبوتیم که چون که باش صحبت نمی کنی. به طلبید که خواهید یافت. ما را در آزمایش مآور، بلکه از آن شریر رهاییمان. به آزمایش نیاور و از شریر رهایی بده. این هفت مطلبه، درست؟ ما میتونیم یک هفته روزی یکی از این مطالب رو بررسی کنیم. ما یک کنفرانسی داشتیم در انگلیس، این کارو کردیم، تازه کم آوردیم، ولی من اینو سریع گفتم به شما. زیرا پادشاهی، قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. آمین دیگه تمام شد، درسته؟ ولی عیسی در این مورد تمام نکرد. عیسی یکی از این هفت مطلب رو گرفت و تفسیرش کرد. و همینم من میخوام امروز بکنم. و اینطور میگه،
زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر، این اماهای کتاب مقدس خیلی با ارزشه، یه لیستی بذاریم از من اینا رو می‌نویسیم، در صحبت‌های عیسی مسیح خیلی اما داریم. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. من تقریبا مطمئنم که در بین شما خیلی ها هستن که خطاهای مردم را نبخشیدن. من نمیخوام بگم که بفرمید اینجا خودتون معرفی کنید، خودتون میدونید. ولی اینجا میگه اگر خطاهای مردم را نبخشیدید، پدر آسمانی خطاهای شما را نخواهد بخشید. وقتی خطاهای شما بخشیده نشده، اون موقع مثل یه محکوم دارید راه میرید، درسته؟ خودشون متوجه نیستید، زندگیتون زندگی یه محکومه، اون آزادی رو ندارید، این شادی مصنوعیه. یا خودتون برای چند لحظه در کلیسا یا در جمع مردم، بعد میرید خونه، بعد اینو سر یه نفر خالی کنید، درسته؟ برای این کار شما رو تشویق نمی کنم. بهترین چیز اینه که اتفاقا این ضرب المثل ایرانی اکثرش رو دوست دارم. میگه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. درست گفتم؟ چرا خودمون رو فروتن نکنیم؟ فروتنی ضعف نیست، فروتنی قدرته. اونی که مغروره اون ضعیفه، اونی که عکس العمل نشون میده ضعیفه. شما با یه نفر حرف میزنی خوشش نمیشاد، عصبانی میشه، عصبانیت نشانه ضعف این بیچاره ضعیفه. اوکی؟ چرا؟ من میتونم خیلی ها رو بکشم، نیازی نیست که موشک بندازیم بکشیم. برو بگو که آقا شما احمقید، چنان قرمز و عصبانی میشه، بعد بخندید بگی که مگه نگفتم. چند بار سکته میکنه میره میمیره. این ضعفه. آرامی خود را به شما میدهم، نه آنطوری که جهان به شما میدهد، من به شما میدهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. عیسی مسیح ما را به پدر معرفی میکنه، پدر را به ما معرفی میکنه و بعد به پدر برای ما دعا میکنه. شما میدونید که عیسی مسیح برای شما دعا کرد؟ باب 17 انجیل یوحنا رو بنویسید. میگه که اونهای دیگری که بعدن خواهند اومد برای ما دعا میکنه. اوکی؟ ما رو دوست داره، میخواد آرامی او رو داشته باشیم، آرامی او را. اوکی؟ میخوایم کنترل بکنیم به جون این که مردم رو تشویق کنیم، به اونا انگیزه بدیم. کلام خدا به ما انگیزه بده که با این انگیزه میدویم. پادشاه داوود، نبی، نوازنده، کلام خود میگه خدا یه مقدار بیشتر این کلام به من بده. با این کلام زنده است و این نبی، فقط این نبی است که در عهد عتیق دو بار مزمور 18 مزمور 16 خداوند تو رو دوست میدارم، عاشق این خدا میشیم. وقتی شما عاشق میشید بیشتر اون طرف رو میشناسید، درسته؟ خدا رو به طور چطور میشناسید؟ یه خانومی افتاده تو رودخونه داره غرق میشه، یه جنتلمنی از اینجا رد میشه، نگاه میکنه، کتش در میره، میپره اونجا، این زن رو بیرون میاره.
میگه خیلی خیلی ممنون، شما جانم رو نجات دادی. این آقا یه کارتی بهشون میده، میگه که خدا برکتت خونه میرسونه، میذاره که هر وقت خواستی میتونی با من تماس بگیری. درسته؟ بعد بالاخره با هم یه تماس دیگری دارن. این خانم باید میگه که خیلی متشکرم، خیلی متشکرم که منو نجات دادی. بعد میرن با هم شام میخونن، میبینی که این بابا فقط یک غریق نجات نیست، این خیلی مرد بی نظیریه. و شروع میکنه تعریف کردن، این شما بی نظیری. حالا این آقا یه روز از همین خانم خواستگاری میکنه، میگه که با من ازدواج میکنی؟ اون موقع نمی که خیلی ممنون منو نجات دادی، تو بی نظیری. از عشق صحبت می کنن. درسته؟ عیسی مسیح ما رو نجات داد. درسته؟ و می خواد که ما با او وقت داشته باشیم. این کسانی که با او وقت نمی زارن از دست دادن. بعد یه روز از ما می خواد که من می خواهم ابدیت رو با من زندگی کنی. او رو شکر میکنیم. دعا اینه که منو نجات بده. حمد اینه که خیلی ممنون منو نجات دادی. ولی پرستش اینه که خداوندا میخوام یه ابدیت. و اینه که میگه که میخوام چشمام به چشمای تو خیره بشم. البته اینجا نمیتونی خیره بشیم، این کارو نکنید، چشماتون کور میشه، بدنتونم میسوزه. درسته؟ یعنی شما به اونجا نرسیدید. این تقدیس تدریجیه، از خیلی آفات باید ما که این زوج خیلی جنتلمن و زیبا اینجا که هستن، این که خیلی عزیزن اینطور نیستن، ولی کامل نیستن. بعض اوقات اشتباه میکنن، خودشون هم متوجه میشن اشتباه میکنن، ولی دیر شده چه کار کنن؟ میگن خداوند منو ببخش، منو در اینجا پوشش بده. درسته؟ ولی اون روز در حضور او هستیم. آمین. حالا تا اینجا اومدید؟ خطاهای ما را ببخش چنان که خطاهای دیگران رو میبخشیم. این یکی از هفت موضوع رو عیسی مسیح تفسیر میکنه. در اینجا حکمت نیست. خیلی میگن که من نمیتونم ببخشم، چون که گناهانی که مردم در حق شما انجام دادن یا گناهایی که شما نسبت به دیگران انجام دادید راحت نمیشه فراموش کنه. سالها پیش من یه مقاله خوندم، اونجا نوشته بود بخشش قدرت تغییر گذشته. بخشش قدرت تغییر گذشته. حالا یه نفر اومده جنایت نسبت به شما کرده، رفته، سالها رد شده، 40-50 سال رد شده، حالا 50 ساله نیستید، 2 سال رد شده، هر وقت این یادتون میاد عذاب میکشید. درست میگم؟ خب اون گناه کرده، چرا شما بسوزید؟ نه فقط عملش زشت بوده، شما تا حالا دارید میسوزید. اوکی؟ یعنی اون برنده است، اون کاری که خواسته تا امروز ادامه داره. بخشش این گذشته را برمی‌داره، دیگه این عذاب نمی‌کشید. و ما هر روز تقریبا شاهد اینا هستیم. بیش از 1000 زن ایرانی از سمینارهای یه هفته ما عبور کردن و خیلی ها چنان زجر و مصیبتی در زندگی دیدن که گفتن ببخش راحت نیست. ما انسان ها نمیتونیم ببخشیم،
ولی وقتی که خدا ما رو کمک میکنه و به صلیب نگاه میکنیم که به خاطر گناهان ما رفت اونجا، حکیمانه نیست که نبخشیم، چون که ما با اون باری که روی دوش داریم ادامه خواهیم داد و کلیسا باید تشویق بشه که ما همه رو ببخشیم. هر جنایتکاری که ما نمیگیم که عدالت راجع به او انجام نشه، اون دست خداست، خدا عادله، درسته؟ ولی ما میبخشیم، ما میبخشیم که بخشیده بشیم، درسته؟ خیلی ساده اینجا گفته. الان این ما هستیم که باید ببخشیم. ای کاش ما فرصت زیادی داشتیم. این برادرم رفت. برو من زیست. بعض اوقات نیاز هست که بریم. آخش. اتفاقا درست گفتم. و الان ببینیم خدا چطور میبخشه. خدا چطور میبخشه. برای این باید بریم انجیل لوقا باب 15. سپس ادامه داد و فرمود. این سخنان عیسی مسیح است. خدا رو شکر میکنیم که ادامه داد و تا امروز هم داره ادامه میده، با شما صحبت میکنه. شما این توان رو دارید که هر روز از او بشنوید. حکمت در اینه که اولین خبری که بشنوید از عیسی مسیح باشه صبح زود، آخرین هم اگه از عیسی مسیح باشه آخر شب راحت میخوابید. اوکی؟ عیسی ادامه داد و فرمود: مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید اکنون به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی پسر کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خیش را در آنجا به عیاشی برباد داد. چون هر چه داشت خرج کرد، قحطی شدید در آن دیار آمد و او سخت به تنگ دستی افتاد. از این رو خدمتگزاری یکی از مردمان آن سازمان را پیشه کرد و او وی را به خوکبانی در مزرعه خیش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک‌ها سیر کند، اما هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. چقدر غم انگیزه. این داستان من و شماست. ما سهم خودمون از خدا گفتیم از زندگی ما برو کنار، هر چی می‌خوایم می‌کنیم. اونم به ما جون داده، نفس داده، آب داده، خوراک داده. اونو کنار گذاشتیم. نمی‌شناسیمش. به طور کلی میگم داریم با چه چیز خودمونو سیر میکنیم. غذاهای خوک هم به ما داده نمیشه. اوکی؟ درست میگم؟ یه آمینی بگید. آمین. یه چیزی بگید. بله اینطوره. اینجا چند تا سیاه‌پوست آفریقایی می آوردیم اینجا، هر کلامی گفتم بله واس کن برادر، اون برو جلو. پدرش هم نرفت دنبالش. جالبه، پدر ما رو می‌بینه. خدا در فکر ما نیست. وقتی که علیل میشیم، میفتیم، تصادفی میشه، یه نفر میبینه میگه خدا کجاست؟
و بگیم خفه شو، خدا اونجاست که بوده، تو کجا هستی؟ نه خفه نشو، توبه کن، برگرد، پشیمان خواهی شوی آخر، برگرد. پس پسر آرزو داشت شکم خود را با خوراک خوک ها سیر کند. بدتر از خوراک خوک ها مردم چیز میشن، آلوده میشن، معتاد میشن، شیشه و دیگه. من این اسامی رو نمیدونم، شما میدونید. واقعا جای عشق داره. بعد این موضوعات عشق ریخت، نخندید. واقعا زندگی مردم تلف میشه، مخشون پوسیده میشه، زندگیشون نابود میشه. ولی افراد هم میتونن، خیلی از این افراد رو از تاریکی به نور بیارن. داستان ها فراوانه، چقدر زیباست. خدا کار میکنه، خدا ما رو فراموش نکرده. سرانجام به خود آمد، خیلی زیباست. سرانجام به خدا آید و گفت ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از فرط گرسنگی تلف میشوم. یه روزی بود که شما به خودتون اومدید، درست میگم؟ بدون اون ما نمیتونیم بکنیم. سازنده ما اونه و میدونه چطور این باید استفاده بشه. پس برمیخیزم و بعد تصمیم گرفت، به خودش اومد، تصمیم گرفت. پدر نرفت، چون اگه پدر میرفت همونجا میگفت که بی خود کردی اومدی، تو برای من مرده هستی. و یه عالمه اینجا آدمه میگن خدا نیست، بی خود میگن. باور کردن اینکه خدا نیست خیلی سخت‌تره تا اینکه باور داشته باشیم که او هست و جویندگان خود را جزا میده. پس بر میخیزم و نزد پدر میروم. هنوز بهش میگه پدر. این دروغ که در ما که اون نیست، ولی الان متوجه میشه رابطه هست، هنوز اون پدره و اتفاقا پدر ما رو دوست داره. خدا جهان را اونقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه حیات جاودان یابد. و میگویم پدر به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. با من همچون یکی از کارگرانت رفتار کن. به خود اومد و نقشه کشید، نزد پدر میرم. چیزی که میگم به پدرم اینه. و بعد انجام داد. فقط پس برخاست و راهی خانه پدر شد. پدر خانه داره عزیزان، فعلا بر زمین این خانه خداست، پدر ماست که با هم جمع بشیم. و ما تنها نیستیم، همه فرزندان او هستیم. بعضیا فرزندان گم شده هستیم، بعضیا فرزندان پیدا شده هستیم، ولی همه باید به اون سو پیش بریم. پس برخاست و راهی خانه پدر شد. اما این یکی از اما هاست، هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزاند. هنوز دور بود پدر او را دید.
عزیزان شما ممکنه خدا رو نمیشناسید، ولی اون شما رو دیده. همین قدمی که برداشتید اومدید اینجا، من نمیدونم که انگیزه چی بوده. ممکنه بعضی وقت انگیزه اینه که ما بالاخره شهروند آلمان بشیم. من میخوام شهروند اون بالا بشم. اوکی؟ اشکال نداره. شما میخواید زندگی بهتری داشته باشید، اشکال نداره، این جرم نیست. ولی بهتر از اون اینه که با پدر آشنا بشید. اوکی؟ میگه شاعر میگه که صد بار بدی کردی و دیدی عملش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی. بیا اونجا آزمایش کن، ببین ببین پدر چی میگه. پدر او رو دید و به محض اینکه دید، دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و غرق بوسه اش کرد. این پسر که بوی خوک میداد، اونو دید دل بر او بسوزاند. اصلا شما نگاه میکردین اوه چقدر این چی شده، بینم یه مقدار کج بشه، درسته؟ در اون رفت، اون پسرش بود، پسر گم شدهش بود، درسته؟ ارث رو برده بود، یعنی تو بر من مردی، الان گرفتن اون باطل کرده بود، ولی پسرش بود. پدر پسره رو از یاد نبرده. خدا هیچ یک از ما رو از یاد نبرده، ولی به ما آزادی داده. ما مثل گاو و گوسفند نیستیم که غریزه دارن، نه فکرشون کار میکنه نه. اوکی؟ نه اراده. اوکی؟ غریزه. نه، خدا عروسک نمیخواد، میخواد که ما با تمام وجود خودمون، او درخت حیاته و هر که او را سخت بچسبه او را موفق میگردونه. پسر گفت پدر به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. اما پدر، این از اون اما هاست، اما پدر به خدمتکارانش گفت، نداز اداوه بده، بشتابید بهترین جامعه را بیاورید به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهاش کنید، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم، زیرا این پسر من مرده بود زنده شد، گم شده بود یافت شد. پس به جشن و سرور پرداختند. این پدر پسر رو بخشید. چطور بخشید؟ گفت حالا اینجا تکرار کن اینطور اینطور، نه نه، زیر شستش فشار بیاره، بگو غلط کردم، بگو اینطور کردم. من نیت قلب شما رو میدونه، ولی با این وجود خوبه که ما اینو اقرار کنیم. این برای خودمون خوبه، راستی باید گفته بشه. متاسفم، سه تا از جمله های خیلی زیبا در ایران که اکثریت میترسن این رو بگن، یکی این که من اشتباه کردم یا من گناه کردم، دوم من متاسفم، سوم لطفاً منو ببخش، چه به مردم چه به خدا. اگر نمیگیم، این دلیل به شهامت ما نیست، دلیلی که چقدر ضعیفیم. اینا جمله های طلایی است. من اشتباه کردم، رابطه رو حفظ میکنه. داستان طولانیه، بقیه رو شما میتونید بخونید. خداوند بی نظیره. یه چیز دیگه هم اضافه کنم و تمام میکنم.
عیسی با شاگرداش صحبت میکنه. تعارف در گفته همای زیاده، اینطور نیست؟ ما باید حقیقت رو بگیم. عیسی صحبت میکرد، خیلی ها برگشتن رفتن. پس عیسی به آن 12 تن گفت آیا شما نیز میخواهید بروید؟ ببخشید. بله. عیسی با شاگردانش صحبت میکنه. در این لوقا باب 22 آیه 31 به پتروس یکی از شاگردانش میگه ای شمعون ای شمعون شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غربال کند. شاگرد عیسی مسیح است. هرچی به اون نزدیک میشید حمله شریر هم بیشتر میشه. خدا رو شکر، میدونی ورزشکاران وقتی شروع کردن به ورزش، بعد من بچه ها رو میبردم کوه، دربند و سربند و شیرپلا و اونجا، اون هفته اول به تپه تپ، هفته دوم باز، 3-4 هفته بعد کم کم آدم خوشش می آمد، بعد می دویدی، بعد بدون اون نمی تونستی. درسته؟ باید این ورزش روحانی هم بکنیم. شیطان می خواد شمعون رو نابود کنه. عیسی مسیح چی میگه؟ اما من برای تو توبه کردم تا ایمانت تلف نشود. شیطان بهترین خودش رو میکنه که ایمان شما را تلف کنه. پس چون بازگشتی برادرانت رو استوار بدار. بعد پتروس چی میگه؟ اصلا نفهمید چی داره میگه. شما هم بعضی وقت اینو میگید، منم اینطور رو میگم. اما او در پاسخ گفت ای سرورم من آمادم با تو به زندان بروم و جان بسپارم، فدات بشم. عیسی جواب داد پتروس بدان که امروز پیش از بانک خروس 3 بار انکار خواهی کرد که مرا میشناسی. زندگی مسیحی شعار نیست، زندگی مسیحی زندگیه. عزیزان ما اینجا شعار نمیدیم، ما میگیم خداوندا منو تقویت کن، بدون تو من هیچم. پتروس انکار میکنه ولی عیسی مسیح اومده که با ما باشه، در دسترس ما باشه. اینو میگفتم یهودیان اون خاخام ها این چیزای بزرگ ریش و دعای اوکی اینا پول دوست بودن، حاضر شدن 30 پاره نقره با این یه زمینی خریدن، قبرستان ساختن اونجا رو. اینا 30 پاره نقره حاضر بودن بدن که یکی از شاگردان عیسی فقط بگن بین این افراد کدوم یکی عیسی مسیحه. اوکی؟ عیسی 3 سال بینشون بوده. 40 لزومی داشت. چرا؟ بعد این پولو میدادن. مگه نمیتونستن بگن عیسی کی کدوم یکی از ایناست؟ یهودای عسخروتی اون بود که اینا را انکار کرد. درسته؟ عیسی را تسلیم کرد. پس غیر از اون 11 نفر بودن، عیسی هم اونجا بود.
یعنی عزیزان وقتی که جمعی که عیسی با شاگردان بود می آمدی نمی تونیدی تشخیص بدی که عیسی کدومه. اوکی؟ از این عباها نداشت. ممکنه این چیزو داشت. اگر داشت همه داشتن. نداشت عزیزان. اومده که با ما باشه. مثل ما باشه. اسم او امانوئیل، خدا با ماست. در اون شب یهودا آمد به اونا گفته بود اون که میبوسم اون عیساست. یعنی بدون بوسه اون رو نمیتونستن تشخیص بدن. اوکی؟ عیسی بین ماست. مسیحی‌وار زندگی کنیم. باید ببخشیم. بخشیده بشیم. اگر خطاهای دیگران رو نبخشیم خطای ما بخشیده نمیشه. یکی از آفاتی که سرزمین ما داره اینه که ما نسبت به خیر یا در قلب ما جراحت داریم. عفونت چیز خوبی نیست. جراحت وقتی اونجا بمونه عفونت میشه. عفونت مرض بدتر و بدتر میشه. مخ شما رو میخوره. قلب شما رو میخوره. اشتهای شما رو میبره. خواب شما میره. عصبانی میشید. میخواید خفه کنید. اشتباهی یه نفر دیگر رو خفه میکنید. اوکی؟ لازم نیست. ای پدر خطاهای منو ببخش. همونطور که خطاکاران خودم رو میبخش. اینو دعا میکنیم ولی انجام نمیدیم. اینجا لازمه اگر ما ببخشیم بخشیده خواهیم شد. سرهای خودمون رو در حضور او خم کنیم. در سکوت یکم راجع به چیزی که شنیدید فکر کنید. ما اینجا کسی که کامله نداریم. داوود در مزمور 139 یک مزمور بی نظیریه. 4 بند داره. بند اول خدا قادر مطلقه. خدا دانای مطلقه. خدا همه جا وجود داره. بعد آخر میگه خداوندا منو آزمایش کن و بشناس. راه خلافی در من هست من به راه راستی هدایتم کن. ما همیشه باید بگیم خداوند منو میام در حضور تو، نور تو بر من بتابان تا اون چیزی که درست نیست خیلی روشن دیده بشه. خودتونو با هیچ کس مقایسه نکنید. اگه مقایسه بکنید با دیگران راه اشتباه میشید. نسبت به بعضی ها شما قدیسید. نسبت به بعضی ها شما جنایتکار هستید. خودتونو با اون مقایسه کنید که خدا از شما انتظار داره که فقط با قدرت خودش میتونید به اونجا برسید. آمین. خداوندا منو امتحان کن و بشناس. خطایی در اونجا میبینی خداوند منو به راه حیات جاودان هدایت کن. و خداوند دعا میکنم که این عزیزانو برکت بده. این اتفاقی نیست که ایرانی ها در تمام دنیا پراکندن.
در نبوت اشعیا اینو میخونیم، ولی عاقبت این باعث بیداری و برکته. تو اسارت ایران رو برخواهی گردانی، تو تخت خودتو در ایران بنا خواهی کرد. خداوند، ایرانی ها پیام نجات بخش رو خواهند شنید، نه پیام ترس و دروغ، نه فریب و وحشت، بلکه کلمات پدر که با شتاب میاد بغل میگیری این جنایتکار، پسر جنایتکارشو غرق بوسه میکنه، میپوش رو ندش، کفش میذاره رو پاهاش. و بزمی رو برپا میکنه، انگشتر تو دستش، چون که پسرش مردش بود زنده شد. خداوند مهربان، اقوام مرده ایران را زنده کن یک به یک. و کسانی که اینجا هنوز با تو ملاقات نکردن، خداوند و دم حیات را به اونها برسون. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خواهش میکنم، خواهش میکنم، شما میخواید کف بزنید؟ اینا عملا در زندگی خودتون نشون بدید. چند لحظه دیگه سراتون رو خم کنید راجع به شخص خودتون. چیزی نسبت به کسی دارید، هر جنایتی که کرده اونو ببخشید تا خودتون آزاد بشید، و بطلبید که خدا اون شخص رو ملزم بکنه، که این متوجه بشه در ته قلبتون نسبت به اون یه شفقتی بیاد که اون گمراهه، اون نابود شده. چرا اون شخص نابود شده باعث این باشه که شما زجر بکشید؟ داوری مکنی که بر شما داوری نشه. چند لحظه کف تا ابد برای او خواهیم زد.